سلام، سارا هستم از پرژن وارس جوایز فارسی در لندن. سلام، فهیمه هستم از پرشین وارس از تورنتو. با یکی دیگه از مصاحبه پرژن وارس جوایز فارسی در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز در خدمت مهمان عزیزی هستیم، جناب آقای آراز جوانمهر. جناب آقای آراز جوانمهر از 12 سالگی با ساز پیانو با هنر موسیقی آشنا شدند. بعد از 2 سال از طریق آقای ذاکر جانفدا از باکو با ساز محلی قارمان آشنا شدند و شروع به یادگیری این ساز کردند. طی این سالها با اساتید مختلفی از باکو، تبریز و شهر گنجه آذربایجان کار کردند و اکنون مشغول به تدریس این ساز و فعالیت با گروه موسیقی ماهور هستند. خیلی خیلی خوش اومدید جناب آقای جوانمهر. خواهش می‌کنم بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم پرها و خانم فهیمه. خیلی ممنونم که این وقت رو در اختیار بنده گذاشتید. من آراز جوانمهر هستم از شهر ارومیه. همونطور که فرمودی از 12 سالگی با ساز پیانو وارد هنر موسیقی شدم، با هنر موسیقی آشنا شدم. با جناب آقای رضا خاقانی پیانو رو شروع کردم. 2 سالی ادامه دادن یادگیری پیانو رو و بعد از اون طی یک مراسمی با وساطت یکی از دوستان با آقای ذاکر جانفدا که یکی از نوازنده‌های خیلی خوب قارمان بودن از شهر باکو آشنا شدم و خیلی علاقمند شدم به این ساز. با آقای جانفدا حدود 3 یا 4 سال با هم کار کردیم. خیلی مطالب مفیدی هم ازشون یاد گرفتم. بعد از اون که ایشون تشریف بردن از ایران با آقای حسن خجسته از تبریز ادامه دادم یادگیری سازم رو. حدود 2 سالی با ایشون کار کردم و بعد از اون هم اواخر با جناب آقای مایل گلیف، یکی از اساتید برجسته این ساز از شهر گنجی آذربایجان، ادامه دادم یادگیری. طی این سالها با بیشتر گروه های موسیقی شهرمون فعالیت داشتم، با گروه صفیت‌الدین ارموی به سرپرستی آقای دکتر اکبر بزرگمی و گروه موسیقی ماهور به سرپرستی جناب آقای فرشید جهانی‌ده کار کردم. در بسیار شهرستان‌های استانمون و همچنین در ترکیه و در تبریز کنسرت هایی رو با این دو گروه من شرکت و همکاری کردم باشون. حالا حاضر هم در یکی از آموزشگاه‌های موسیقی شهرمون این ساز رو تدریس میکنم و با گروه موسیقی ما همچنان همکاری هنری رو ادامه میدم. خدمت شما هستم. من آقای جوانمهر، اولین سوالمون رو شروع میکنیم که سن مناسب برای آموزش موسیقی چه سنی است؟ خانم فهیمه، سن مناسب برای آموزش موسیقی به یه سری عوامل بستگی داره. به عنوان مثال شما اگر میخواید سازی رو شروع بکنید که نسبت به جسه شما کمی بزرگتر هستش، اصولا باید یه ذره سنتون بگذره تا اون ساز رو شروع به یادگیری بکنید. ولی خب به صورت نرمال و به صورت روتین معمولا کودکان رو از سنین 7 تا 10 سالگی بهتره که وارد عرصه موسیقی بکنیم، به دلیل اینکه هم ذهنشون انعطاف پذیره هم فیزیک بدنشون مناسب یادگیری هستش. و عرض کردم این عامل میتونه اجتماع هم باشه، یعنی شما اگر در اجتماع زندگی میکنید که خیلی با موسیقی سر و کار دارن مردم و بیشتر جاها کنسرت برگزار میشه و به قولی حوزه موسیقی خیلی فعال هستش، به طبع همچین جامعه فرزندانی داره یا افرادی رو داره که مستعد یادگیری موسیقی هستن. ولی خب بعضی از جامعه‌ای که بالاخره حضور پررنگی نداره موسیقی کمی این امر فرق میکنه. ولی در حالت نرمال 7 تا 10 سالی بهترین سن برای یادگیری موسیقی هستش. بخشت سال دومی که در مورد ساز توضیح بله. اگر منظورت در مورد ساز بنده هستش، گارمان یکی از سازهای محلی آذربایجان حساب میشه.
این ساز در دسته سازهای بادی قرار میگیره، بادی و کلاویه‌ای، شکلی شبیه آکاردئون داره ولی خب قدمتش از اون خیلی بیشتره. معمولا هم کاربردی که از قدیم الایام داشته در مراسمات شادی، عروسی و بیشتر اوقات در رقصهای آذربایجانی ازش استفاده می‌شده. همچنان شکل اولیه‌اش رو حفظ کرده با کمی تغییراتی که در باکو اعمال کردن سرین ساز، ولی خب در کل آیا برای نواختن ساز نیازه که خواندن موسیقی را یاد بگیریم؟ ببینید، اگر منظور از خواندن موسیقی منظور یادگیری به صورت آکادمیک هستش، صد البته یکی از مشکلات امروز بیشتر شهرهای ما یا بیشتر جامعه ما در مورد موسیقی اینه که شاید همکارانی که توی این عرصه فعالیت میکنند سواد موسیقی چندانی ندارن، ولی یکی از ملزومات این کاره. یعنی شما مجبورید یک سری مبانی رو حداقل یاد بگیرید تا بتونید کارهایی که انجام میدید، ایفاهایی که انجام میدید، اجراهایی که دارید رو حداقل نسبت به استاندارد موسیقی منطبق باشه و مطمئن باشید که کاری که انجام میدید به صورت علمی هستش. چون در غیر این صورت مطمئنه اگر شما به صورت متدهای قدیمی، یعنی نه به صورت آکادمیک موسیقی رو یاد بگیرید، حتما در یک جایی به بن‌بست خواهید رسید. چگونه می توانیم انعطاف و چابکی انگشتان دست را برای نواختن ساز بالا ببریم؟ حکایت نواختن ساز و اینکه انگشتان رو چطور میشه حفظ کرد و قوی ترش کرد، از موضوع خدمتتون، موسیقی یک کار هرچند هنری ولی از یه طرف دیگه خیلی سختی. شما اگر نوازنده یک سازی هستید، تعریفی مبنی بر این که شما مثلا در یک روز باید 4 تا 5 ساعت کار بکنید کفایت ندارید. ما شما هر چقدر که میتونید با سازتون وقت بگذرونید، چرا که عضلات شما، عضلات دستتون، انگشتان شما و حتی گوش شما، یعنی حس شنوایی شما همیشه باید تقویت بشه و به قولی همیشه باید رو فرم باشه که بتونید قطعات رو شما اجرا بکنید. حتی اگر شما قطعه ای رو امروز مثلا به عنوان مثال تمرین نمی کنید، باید تمرین انگشتاتون رو هر روز و به صورت مستمر انجام بدید. حتما. تأثیر رسانه های جدید بر روی آموزش و یادگیری موسیقی چگونه بوده؟ رسانه های جدید، شبکه های مجازی و حتی خود اینترنت به نظر بنده خیلی خوب بوده. تا چه حدی منظورم برسونم خدمتتون، تا حدودی آشنایی مردم یا مخاطبان با سازها بیشتر شده، مردم بیشتر به موسیقی گوش میدن، مردم تنوع سبکای مختلف موسیقی رو بیشتر میبینند. خب قبلا این امکان رو نداشتیم ما. حالا از طرف دیگه بسیاری از نوازندگان و موسیقی دانان و حتی هنرمندان عزیز ما هم که تا دیروز امکان این که بتونن ابراز وجود بکنن و هنرشون رو ارائه بدن به مخاطبانشون نداشتن، ولی خوشبختانه به وسیله اینترنت و رسانه‌های جدید این امکان فراهم شده. هرچند یه نکته متاسفانه باید خدمتتون عرض بکنم که نکته بدش که تا حدودی تأثیر گذاشته بر روند پیشرفت گوش مخاطبان. برای اینکه نوازنده ساز حرفه‌ای بشین چه راهکارهایی پیشنهاد می‌کنید؟ عرضم حضور خدمتتون، اصلی ترین راهکاری که میشه بهش اشاره کرد اینه که تمرین مداوم کلید پیشرفت در موسیقی و اینکه حتما گوشمون پر از موسیقی باشه که اصیل هستن، پر از موسیقی باشه که با محتوا هستن. این مهمترین نکته است برای پیشرفت در موسیقی. و اگر هدفتون اینه که به صورت حرفه‌ای به این کار بپردازید، به این هنر بپردازید، ولی خب تمرین کردن مداوم و مستمر روزانه البته و مخصوصا هوشمند نکته کلیدی این کار. آیا نواختن ساز سخته؟ اگر میخوام راستشو بگم، موسیقی واقعا سخته.
واقعا موسیقی کار سختی، هنر سختی انصافا، ولی خب اگر علاقه پشتش باشه، البته که 40% اگر استعداد باشه، 60% پشتکاره. به نظر من سخت هم نیست، وقتی شما از یک کاری لذت میبرید حتما که سخت. تعریف شما نیازو از قبول موسیقی، کنید اصلا شاید هم به چشمتون نیاد. تعریف شما از موسیقی ایرانی و موسیقی محلی چیه؟ موسیقی ایرانی، اگر منظورتون رو درست متوجه شده باشم، منظورتون موسیقی اصیل ایرانی درسته؟ بله، تعریفتون از موسیقی ایرانی خب و موسیقی محلی. موسیقی فولکلور یا موسیقی سنتی بهتر که تعریف شخصی نمیشه بهش ارائه کرد، اینا خودشون چارچوب دارن، تعریفی دارن. موسیقی فولکلور همیشه موسیقی بود که اجتماع، مشکلات، فرهنگ، قهرمانان، شجاعت ها و تمام اتفاقات یک ایل یا یک قوم رو همیشه هم کرده. این موسیقی فولکلوره و به همچنین موسیقی اصیل ایرانی هم همینا رو شامل میشد. تعریف خاصی به نظر من نداره، یعنی تعریفی که بشه از دید یک شخص ارائه کرد نداره. اولین اقدام برای شروع یادگیری ساز چیه؟ بهترین کاری که میشه برای استارت موسیقی زد به نظر من، اگر که کودکی داریم، اگر فرزند داریم که میخواد موسیقی رو شروع بکنه، بهترین راهش مخصوصا تو جامعه ما بنابرای دلایلی اینه که از دوره های موسیقی کودک شروع بکنیم. به خاطر اینکه مربیان و دستاندارکاران موسیقی کودک دقیقا آگاه هستن که چطوری با کودکان ارتباط برقرار بکنن، به چه شکلی و چه راههایی بتونن مبانی موسیقی رو انتقال بدن، و اینکه به تبت این دوره میتونن اینا استعداد یابی بکنن، و اینکه فیزیک یک فرزند، یک شخص مناسب چه سازی میتونه باشه. بله. شرایط لوازم مورد نیاز برای یادگیری ساز چه چیزایی باشن؟ البته که صد البته در حال حاضر تأمین از لوازم مادی خودش کلیدترین نکته است، برای اینکه تمامی سازهایی که ما داریم خیلی گرون هستن یا کمیاب هستن، و اگر هم شما بتونید اون ساز رو پیدا بکنید، همچنان که علاقه دارید میخواید یاد بگیرید، بالاخره روزی شما نیاز پیدا میکنید این ساز رو تعمیر بکنید، که خود استاد تعمیرکار اون ساز رو پیدا کردن هم یه مشکل دیگه ای هست. ولی خب وقتی همه عوامل اوکی باشه، یعنی فراهم باشه، شما تعمیر باشید، علاقه دارید، استعداد دارید، به نظر من همین سه تا علت کافیه، شما آماده یادگیری موسیقی هست. سارا جان خیلی ممنون از این که از پیام جان و از شما از پاسخاتون، بسیار آموزنده بود. سوالی که من دارم که معمولا میپرسن شاگردان از اساتیدشون، روزانه چند ساعت نیاز هست که تمرین داشته باشن؟ چون میدونید که به هر حال شما فرمودید که نیازمند این مسئله هست که پیگیری و ممارست باشه، ولی میخوام بدونم اساتید معمولا روزانه چند ساعت رو میگن بهتره برای اینکه یادگیری بهتر انجام بشه؟ خانم پرهام اجازه بدید یک مثالی بزنم خدمتتون. ما یک استادی داریم به نام آقای زاکر میرزایف از باکو. من در یکی از مصاحبه ایشون، خیلی سنشون بالاست، یعنی فکر کنم حدود 70 یا 75 سال سن دارن اگر اشتباه نکرده باشم. سوالی که پرسیدن دقیقا همین سوالی بود که شما از من پرسیدید. ایشون جوابی که دادن، گفتم من در این سنم زیاد نمیتونم تمرین بکنم متاسفانه. با اصرار خبرنگار دوباره جواب دادن که اگرم تمرین بکنم فکر کنم مثل قدیما نیست، الان نهایتی میتونم 4 تا 5 ساعت تمرین بکنم. یعنی در سن 75 سالی شما 5 ساعت باید تمرین بکنید تا بتونید این انعطاف خودتون رو حفظ بکنید. به نظر بنده فکر کنم اگر چطور بگم خدمتتون، اگر شرایطش وجود داره، اگر مشغله کاری نده، اگر محیط فراهمه، اگر همه چی اوکی هستش، به نظر من حدودا باید 10 الی 15 ساعت رو روزانه با سازتون سپری بکنید، تمرین بکنید، تمرین انگشت بکنید، تمرین قطعه نوازی بکنید، اگر که میخواید نوازنده حرفه‌ای باشید.
بله متوجه شدم. فقط سوالی که از خدمتتون داشتم، من متوجه سازی که شما می نوازید شدم، فقط میخوام بدونم که همزمان هم باید از طریق دست باشه هم از طریق فکر میکنم لبها، و شما گفتید بادی هم هست، درسته؟ منش یا اینکه اشتباه متوجه شدم؟ نه خیر، اجازه بدید اینو من توضیح بدم خدمتتون. ساز بادی شما حتما آکاردئون رو دیدید. ساز بادی سازهایی هستش که از طریق جریان هوا یک سری مکانیزم دارن که به لرزه در میاد و تولید صدا میکنه. بله. این دسته از سازها سازهای بادی میده، مثل کلارنت، مثل ساکسفون، مثل آکاردئون، مثل سازی که بنده مینوازم. بله درسته، پس من اشتباه بودم، من فکرم شاید همزمان مثلا از مثلا هم دهان هم دست درگیر هستن در ساز، پس اشتباه متشکرم. ممنون که توضیح دادید، متشکرم. خب خواهش میکنم. در مورد سازهای سنتی آیا کتبی وجود داره، مخصوصا این سازی که شما مینوازید و ساز تخصصی هست، آیا کتبی وجود داره که دسترسی داشته باشن عزیزانی که تمایل دارن این ساز یاد بگیرن، که برن مطالعه کنن و با مطالعه کاملتر بیان جلو و بتونن راحت تر ساز رو یاد بگیرن؟ شما آیا کتبی هست که پیشنهاد بدید بهشون؟ باز هم مجبورم کلمه متاسفانه رو استفاده بکنم. بسیاری از سازهای محلی که ما در کشورمون داریم متاسفانه منبع خاصی برای یادگیری ندارند. شاید پیانو داشته باشه که به وفور میشه پیدا کرد، شاید ویولون داشته باشه، ولی خب سازهای محلی متاسفانه این امکان رو ندارن. در نتیجه من خودم برای ساز خودم از باکو تونستم یک سری کتابهایی رو برای آموزش هنرجان عزیزم تهیه بکنم و اگر لازم بدید میتونم خدمتتون ارائه بدم که دوستان هم اگر لازم داشتن. خواهش میکنم، اگر محبت کنید کتاب رو بگید ممنون. بله خواهش میکنم. دو تا یکی از کتابها متعلق است به آقای ناطق رسولو، این کتابی که دست بنده مشاهده می‌فرمایید. بله. یه کتاب خیلی ساده‌ایه که از صفر با نوت‌ها آشنا می‌کنه هنرجو رو و ادامه میده تا میرسه به قطعه نوازی و علائم موسیقی. بله. کتاب دیگه‌ای که می‌تونم خدمتتون ارائه بدم که قابل استفاده هستش برای هنرجوان مبتدی، کتابی است به عنوان مکتب قارمان، آقای خیرالله داداشو تألیف کردن این کتاب رو. بله. خیلی کتاب ساده ایه، یعنی قابل استفاده استش که من خودم از همین کتاب استفاده میکنم. اگر بشه تهیه کرد که منبع عالی هستش برای این ساز. یعنی اگر دسترسی به خود کتاب داشته باشن، آیا توی گوگل میتونن مثلا پی دی افش رو به دست بیارن یا اینکه دسترسی داشته باشن؟ من فکر میکنم پی دی اف این کتاب ها رو میشه پیدا کرد. بله. بازم خوبه، لااقل اگر خود کتاب رو نتونستن پیدا کنن دسترسی به پی دی اف کتاب داشته. بهترین راه همینه. بله بهترین راه همینه. ممنون که راهنمایی کردید. خیلی ممنون. خواهش میکنم. خدمت شما هستم. بله به ما بگید ببینم الان شاگردان شما در چه شرایطی هستن و آیا راضی هستید ازشون؟ به چه صورت میکنین؟ مسیر آموزشتون چجوریه؟ خانم پرهام اجازه بدید تا فرصتی که فراهم شده به تا حرف دلم رو بزنم. ببینید متاسفانه تو شهر ارومیه جو یا به نوعی فرهنگ موسیقی به شکلی هستش که معمولا دوستانی که افرادی که علاقمند به موسیقی هستن ترجیح میدن سازی رو انتخاب بکنن که مطابق با شرایط روز هست. چطور؟ به عنوان مثال گیتار، به عنوان مثال پیانو، به عنوان مثال پرکاشن. ایرادی ندارستن از نظر من، ولی خب چون موقعیتی فراهم نشده، چون بالاخره چطور از کنه خدمتتون زیاد پیش نیومده که ما بتونیم سازمون رو ارائه بدیم آشنا بشن و بشنون، خیلی کمه کسایی که بخوام گارمان یاد بگیرن. برعکس تبریز، شهر تبریز همچین شرایطی نداره. شهر تبریز خیلی علاقمند داره به این ساز، خیلی هم اساتید برجستی داریم در شهر تبریز و همچنان ادامه میدن این راه رو. ولی در ارومیه به این شکل است، من الان هنرجانی که دارم اکثرا در گروه سنی 35 تا 45 سال هستن که بیشتر درگیر زندگی هستن و مشغله کاری زیادی دارن. در نتیجه پیش میاد که در وسطای آموزش دیگه پیگیری کلاس نمیشن و دنبال یادگیری نمیاد.
به خاطر همین دوستانی هم که الان فعالیت دارن من ازشون راضی هستم، اگه کمی تمرینشون بیشتر باشه بیشتر راضی میشم. امیدوارم که تمرینشون رو بیشتر کنن چون واقعا حیفه و ازتون سپاسگزارم. دارید تلاش میکنید برای اینکه فرهنگتون رو نگه دارید، این فرهنگ زیبا و این ساز زیبا، و حال این جزء فرهنگ غنی کشور ماست و حیفه که از بین بره، و سپاسگزار شما هستی که دارید این کار رو انجام میدید و آموزش میدید. اجازه میخوام خدمت تو خانم پرهام یه مطلبی عرض بکنم. نظر بنده هستش که شاید اصلا قطره‌ای حساب نشم در این دریای هنر، ولی فکر میکنم هر نوازنده که وارد موسیقی شه، هر خواننده حتی، حتما به نظر من باید یک رسالتی برای خودش داشته باشه. ببینید این سازها تاریخ کشورمون، این سازها بخشی از موسیقی فولکلور کشورمون، این سازها بخشی از فرهنگ کشور ماست، متوجه هستید؟ به خاطر همین واقعا حیفه. به نظر من این رسالت رو باید داشته باشیم که پیگیر باشیم، این رسالت رو باید داشته باشیم که ما دلسرد نشیم، دنبال آموزش باشیم، دنبال یادگیری باشیم. هرچند مطمئنم چون خودم هم این رو تجربه کردم، شاید توجیه مادی هم نداشته باشه، صرفا عشق و علاقه است. بله درسته، حق با شماست. به هر حال خدا رو شکر که پرژن اوارز این بستر رو فراهم کرد که من، سارا و همکارم فهیمه جان در خدمت شما باشیم که اینقدر سالها زحمت کشیدید. ازتون قدردانی بکنیم و سپاسگزار شما هستیم. زنده باشید. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم این وقت رو برای من اختصاص دادین. خواهش میکنم. لذت از آشنایی. زنده باشید. خواهش میکنم. به من بگید که کسی وارد این هنر بشه و بخواد این ساز سنتی آذری رو یاد بگیره، به من بگید که اگر با همون شیوهی که شما گفتید که تمرین بکنه، روزانه تمرین خوب داشته باشه، چقدر زمان میبره که یاد بگیره؟ منظورم اینه که خودتون که به عنوان استاد هستید، فکر می‌کنید یه شاگرد چقدر طول می‌کشه یاد بگیره؟ ببینید مثل تمامی رشته‌ها، حتی تحصیل، حتی هنر و تمامی رشته‌ها، حتما یه سری شرایط باید حاکم باشه. ببینید اینکه شخص مورد نظر استعدادش به چه شکلی است، اینکه شرایط زندگیش به چه شکلی است، اینکه چقدر آشنایی داشته، اینکه چقدر اصلا پس‌زمینه موسیقایی داشته، اینا همه عواملی هستن که مهم هستن که تعیین میکنه تا چه مدتی میتونید شما به عنوان یک نوازنده حساب بشید. و نکته دیگه این هستش که ما در موسیقی نکته‌ای نداریم که بتونیم روش حساب بکنیم که ما به این قله رسیدیم و دیگه من به عنوان نوازنده حساب میشم و یه هنرمند حساب میشم، میتونم ارائه هنر بدم و اجرا داشته باشم. نه خیر، همچین چیزی. هنر آغاز داره، پایان نداره. یعنی شما این راه رو باید ادامه بدین و شاید در نقطه‌های از این مسیر هستش که شما میتونید به صورت تعریفی از خودتون داشته باشید که من یک نوازنده هستم و میتونم این کارها رو بکنم. چون هر چقدر هم شما حرفه‌ای باشید، باز هم نکاتی هست، باز هم کارهایی هست که شما فعلا انجام ندادید و باید برید دنبالش. بله درسته، حق با شماست. در حال این مسیر هیچ وقت تموم شدنی نیست و هنوزم که هنوز برخی اساتید عمان میکنن که هنوز به عنوان دانشجو دارن درس یاد میگیرن و درس پس میدن. حق با شماست. درسته. بله بله، امیدوارم که عزیزانی که میخوان وارد این هنر بشن به این نکات خیلی توجه بکنن چون مسیر راحتی نیست. ولی راحت نیست، ولی لذت بخش. ولی لذت بخش، دقیقاً. می‌خواستم همین رو بگم چون با عشق. ببینید شما کاری که داری انجام میدین همراه با عشق، همراه با لذت، و این فکر کنم که ارزشش خیلی بالاست برای اینکه دارید کاری انجام میدید که دارید لذت میبرید. فکر کنم این خیلی با ارزشه، بسیار با ارزشه. درسته، بله، حتما همینطوری که شما میفرمایید. خب فرمودید که الان آموزش دارید انجام میدید و شاگردانی رو به جامعه تحویل میدید. بله. شاگردان حرفه‌ای تحویل جامعه میدید. خواهش میکنم بفرمایید که در عرصه موسیقی دیگه چه فعالیت های دیگه ای دارید؟ آیا جایی کنسرت برگزار میکنید یا اینکه مراسم های مخصوص تشریف میبرید برای نوازندگی؟ خواهش میکنم این هم برای ما توضیح بدید.
بله چشم، حتما. ببینید فعلا ما با گروه موسیقی ماهور همکاری داریم و اگر خدا بخواد تا تیر ماه یک سری کنسرت های شهرستانی میخوایم برگزار بکنیم، اگر شرایط فراهم بشه البته، و همچنین در خود شهر ارومی این کار رو میخوام انجام بدیم. پس جای ما خالی. البته که مراسماتی جای شما خالی. البته که مراسماتی هستن که به صورت دوستانه خب برای همه پیش بیاد که بتونیم اونجا با دوستان وقت بگذارونیم و کمی موسیقی گوش بکنیم، ولی در عرصه اجتماعی و در عرصه هنری که بخواییم فعالیت خاصی داشته باشیم فعلا در همین حد محدود هستش. یعنی خیلی سعی میکنیم گسترش بدیم ولی متاسفانه خیلی از مشکلاتی داریم که حل نمیشه. امید به خدا که مشکلات حل بشه و حتما این هفته خیلی زیادتون رو ببینم در آینده، در آینده نزدیک. لطف دارید شما. خواهش میکنم. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. خب میدونید که روال بر این هست که میگن دو نوع ساز وجود داره، ساز مشقی و ساز اصلی. این اصطلاح رو به کار میبرن در مورد سازها برای اینکه برخی از اساتید برای برخی از شاگردانشون میگن که از ساز مشقی شروع بکنید برای اینکه هزینه کمتری بکنن، چون ساز مشقی ارزان‌تره و ساز اصلی گرون‌تره. ولی فرقش اینه که ساز مشقی کیفیت صدای خوبی نداره و ممکنه که باعث بشه شاگرد اون چیزی که به مفهوم واقعی کلمه هست یاد نگیرد. از نظر شما که استاد هستید به شاگردانتون چه پیشنهادی میدید؟ به نظر بنده اگر شرایطش فراهمه بهتره که سازی رو تهیه بکنن که نه مشقیه نه خیلی حرفه‌ایه، یعنی حتی یه سازی باشه که از لحاظ فنی، در مورد ساز خودم عرض میکنم، از لحاظ فنی قابلیت این رو داشته باشه که شما بتونید یک سری کارها و یک سری به قول معروف تکنیک هایی رو بتونید روی سازتون اعمال بکنید و کار بکنید. چون سازهای مشقی مخصوصا الان که واقعا قیمت ها سرسام آور رفته بالا، واقعیتش کیفیت چندانی برای این کار ندارن و علاوه بر این نکته ممکنه که انگیزه هنرجو رو هم تحت تاثیر قرار بده که من نمیتونم این کار انجام بدم، این سازی که من دارم میزنم صدای لذت بخشی نداره، پس بهتره که من دیگه این ساز رو بذارم کنار رو ادامه ندم این هنر رو. به نظر من یک ساز متوسط اگر دوباره تاکید میگم شرایطش برای هنرجو فراهم هست حتما تهیه بکنن. بله. خب یه سوال خیلی احساسی بپرسیم. ببینید آقای جوامه، وقتی که خودتون در حال نواختن ساز هستید اون لحظه چه احساسی دارید؟ هر انسان یه گذشته ای داره، یه زندگی داره خانم پرهام، یه اتفاقاتی براش افتاده. این که شما وارد دنیای هنر میشید به قدری هنر ظریف هستش که خصوصیات شما رو هم تحت تاثیر قرار میده. به خاطر همین افرادی که هنرمند هستن خیلی روحیات ظریفی دارن. متوجه هستی چه من خودم به شخصه خیلی جدی هستم، امکان داره یک روز بهاری، چون خودم هم متولد اردیبهشت هستم، شاید یک برگی رو ببینم یک حسی بهم دست بده که بیام خونه تمرین بکنم و هنگام نواختن به اون برگ فکر بکنم. از تولدتون مبارک، زودتر نگفتید. خیلی ممنون، تبریک بگیم، جشن تولد بگیریم. خیلی لطف دارید، تشکر میکنم، خیلی ممنونم از لطفتون. شاید ممکن اصلا یک صحنه ای رو در خیابان ببینید که خیلی شما رو تحت تاثیر قرار بده، غمگین باشید، یا یه قطعه غمگین اجرا بکنید برای خودتون که فقط به اون صحنه فکر بکنید. ولی معمولا این شرایط و اجتماع هستش که احساس هنرمند رو مشخص میکنه، یعنی حتی وقایعی که میشنوید، هرچند خود قطعه ای که اجرا میشه چون کاراکتری داره برای خودش، اون هم بی تاثیر نیست، ولی به نظر من زندگی روزمره و بسته به اون روز که حتی اتفاقی اگر براتون افتاده تاثیرگذار روی احساس. بله درست، حق با شماست، مخصوصا که به خاطر روحیه لطیفی که هنرمندای ما دارن این تاثیرگذاری بیشتر هم خواهد بود. درست، حق با شماست. خب در مورد مثلا من یه مثال، یه خاطری عرض بکنم، ببخشید داشتم سوال می‌پرسیدم. نه خواهش می‌کنم. من چند روز پیش مغازه یکی از دوستان بودم، یه خانم خیلی محترم، یه خانم جوان البته، کتاب میفروختن. تشفه بردم مغازه دوست من،
هرچند این که فعالیت میکنن عالیه به نظر من، اصلا مشکلی نیست در این مورد و کاری که از دستشون برمیاد و انجام میدن، ولی یک حسی بهم دست داد که چرا باید یک خانومی توان مالی نداشته باشه، ای کاش به جای اینکه مشغول کسب و کار بشه میتونست اصلا هنر یاد بگیره، ای کاش میتونست ادامه تحصیل بده، ای کاش یه خونه ای داشت که راحت باشه و به فکر اینکه برم صبح تا عصر یک کتاب سنگین رو با خودم هم بکنم رو این مشکل رو نداشت. باور کنید من همون روز که برگشتم خونه شاید تا یکی دو روز فقط فکرم مشغول ایشون بود، یعنی حتی هر قطعی که اجرا می‌کردم برخوردم یا تمرین می‌کردم زود به یادم میومد این صحنه و خیلی غمناک می‌شدم. بله حق با شماست، امیدوارم که دغدغه‌های مردم کشورمون کمتر بشه. بله بله. خب لطفا توضیح بدید در مورد این سبک آهنگ هایی که شما می نوازید چند نوع سبک هست و این ساز می تونه در چند سبک آهنگ استفاده بشه. ساز گارمان اکثرا در قطعه های رینگ یا به قولی در رقص ها بیشتر استفاده می شده قبلا، ولی خب به مرور زمان بسته به کاراکتر صدایی که داشته، جنس صدایی که داشته وارد ارکستر میشه و در مورد قطعات قدیمی هم مورد استفاده قرار میگیره. منظورم اینه که وارد ارکستر میشه میتونید با اون ساز قطعه‌ای رو اجرا بکنید که خواننده هم حضور داره. ولی خب خود موسیقی آذربایجانی که تقسیم میشه به چند دسته، موسیقی عاشقی، موسیقی مقام یا همون مقام که ما بهش میگیم و رقص ها و رینگ ها که وجود داره، اغلب استفاده میشه در همین زمین ها، ولی خب بسته به جنس صدایی که داره و استفاده‌ای که از قبل شده بیشتر در رقص ها هست، قطعاتی که برای رقص نواخته میشه. بسیار عالی، پس معلومه که ترانه های شاد باش نواخته میشه. بله. خیلی هم عالی، پس ای کاش ازتون درخواست میکردیم که الان برای ما مینواختی که ما لذت میبردیم. خیلی دوست داشتم که این کار رو برای شما انجام میدم با کمال میل، ولی خب از اونجایی که من آپارتمان زندگی میکنم و دیر وقت هم هستش از این مورد خواهش میکنم. نه شما ببخشید، من میدونم که ایران دیر وقته و خیلی خیلی ممنون که وقت عزیزتون رو در اختیار ما گذاشتید، سپاسگزارم. لطفی شما، باعث افتخار بنده. پشتم زنده باشید. همچنین برای ما در بخش پایانی اگر صحبتی دارید برای بیننده‌های ما خواهش می‌کنم بفرمایید. اینکه صحبتی باشه، صحبت که زیاده خانم فرام، فقط آرزو دارم مردم کشور عزیزم خیلی دنبال هنر برن. ببینید هنر بخشی از وجود خداوند، هنر لطافته، هنر صداقته، هنر در هر زمینی که میخواد باشه دوستیه، رفاقته. هر چقدر که هنر رایج باشه در یک جامعه، مطمئنن اون جامعه از لحاظ روحی و اجتماعی مشکلاتی کمی خواهد داشت. این نظر بنده است. امیدوارم که این امر تحقق پیدا کنه، خیلی آرزو دارم. امید به خدا. من هم امیدوارم برای شما خانواده محترمتون، آرزوی سلامتی دارم. امیدوارم که خیلی ممنون. در آینده نزدیک پیشرفتین خیلی خیلی زیاد شما رو ببینم و افتخاری برای من هست که باش مصاحبه داشتم و همراه همکارم فهیمه جان و برای خوب دارم. آرزو میکنم همیشه مانا خندان باشید. خیلی ممنون هم، آرزوی سلامتی دارم برای همه ایرانیای عزیزم. زنده باشید. فهیمه جان خواهش میکنم. ممنون. من هم از این برنامه بسیار زیبای شما لذت بردم از سخنانتون. امیدوارم موفق باشید و روزای بهتری ببینیم با هم دیگه. امید خدا. آرزوی سلامتی دارم برای شما همچنین. خیلی ممنون. شبتون بخیر. شبتون بخیر. شبتون بخیر. خیلی ممنون. شب شما بخیر. خیلی ممنون از لطفتون.